عزیز سلام امید که جور و صحت مند و سرحال باشین این گزارش دومین بخش از گزارش قبلی ما هست گزارش قبلی ما زیادر روی شخصیت حکمی صناعی و این بزرگ از زبانی کسی که در داخل این نشسته و مسئول این بخش است شنیدین و بخش دومی ما که فعلا شما تماشاگران هستین زیاتر تصویرهای جالب و دیدنی از چهار اطراف مرقت یاریف بزرگ گرفته شده که از داخل و بیرون برای شما دوستان به نمایش میگذاریم و یه هم در ورودی یه زیارت هست وقتی که مردم می دمی ساحه که شما میبینین اینجا یک پارکینگ خیلی خوب وجود داره که موترهای خود پارک بکنن و اینجا یک غرفه کوچیک است کسایی که بخوایند توفه بگیرن یا یادگوری بگیره از از, از این ساحه به اینجا گردن بند اسپانیش فروخته میشه و این راهی است که میریم به طرف داخل و این هم دروازه هست که زیادتر در غزنی اندازان چون نمات ها استفاده میشه و کم کم از زینه ها بالا میریم و اینجا هم قبرهای شخصیت های بزرگ است کسایی که با این شخصیت نزدیک, نزدیک بودن از نگاه قومی یا از نگاه یکی عارف بودن یا عالم بودن در اینجا قبر و شخصیت ها هست و این ساختمان زیبا و دیدنی که شما فعلا در تصویر میبینین که با یک سلیقه و ظرافت خاصی تعمیر شده و ساخته شده در زمان جناب انجینر سیب عبدالکریم متین که والی او زمان در ولایت غزنی بود و با حمایت وزارت شهرسازی و مسکن این تعمیر شده و کاری او ساخته شده اگر دوستا شاید سابق هم ساختمان آرامگاه جناب حکیم سنایی را دیده بودن که با یک گنبتی آبی رنگ و ساختمانی تقریبا خامه میتونیم بگویم سخت او زمان دیده میشد و فعلا میبینین که کاملا چهرهش تغییر کرده یک چیزی بسیار جالب و دیدنی هست و یه هم یک نمای کلی هست که ما از دور برای شما دوستان تصویر گرفتیم تا شما بهتر بتونین ببینین و لذت ببرین و یه هم امو آیه ها و امو شعر جناب حکیم سنایی که در اینجا از آیه های قرآن استفاده شده و او جای دیگه که بغل دیوال است و شعر های خود جناب حکیم سنایی در اینجا جور شده و ساخته شده و این هم که شما در تصویر میبینین فعلا با عنوان چله ازش استفاده میشه که خانم ها بوری و اینا میکنن ما زیادتر همی فهم ولت بخش و این همون جایی هست که جناب حکیم سنایی در اینجا به مدت چندین سال در اینجا مصرف عبادت کردن و راز نیاز پیش خداوند بوده که فعلا نمی به هر دلیلی در ای جای بسته هست که کس را اجازه ورود داخل زی نمیتا. یا شاید هم بیته که روزای خاصی داشته باشه که در روزای خاص کسایی که بخواید چی لبوری اینا بکنن و در اینجا تازش استفاده بکنن و یه هم نمای خود ساختمانی که داخلش حکیمی صناعی خوابیده هست این اونو ما هست و اینجا هم که تصویر میبینین مسجدی هست که بعض روزا و مراسمات خاصی میشه در اینجا مردم ها نماز میخوانند و یکی بر نشستن ازش استفاده میشه و این میدانی اگر شما میبینین بعض روزای خاص داره که اینجا یک علامه هم, هم هست که همین پایش سبز رنگ ملون بشه این روزای خاص هست و ملنگا اینا میان و اینجا با یک مراسم عالی و با شکوه اینجا برگزار میشه و یه بالا میکنه و یه هم تابلوی هست که گفته که پروژه انکشافی آرامگاه حکیم صاحب زنایی که از طرف پروگرام تحکیم و ثبات وزارت شهرسازی مسکن با شرکت ساختمانی پرویز غفاری عقد و قرارداد و عمار گردیده است که تاریخش ذکر کرده و توسط وزیر سبی زمان جناب سید سعادت منصور نادری بوده و جناب والی سبی غزنی جناب متین قسمش در اینجا ذکر هست نفیس و بهره برداری سپرده شده و یه هم نمای داخلی آرامگاه هست و هم همون سنگی هست که در بالای قبری جناب حکیم سنایی نصب است و هم فکر کنم های از خود جناب حکیم سنایی هست و هم خود مرقدش هست که به اینجا جناب عارف و شاعر ما ده هست دو پشت سر که شما میبینین اونجا قرآن شریف ماندگی است و بعضی کسا که میان نماز حاجت چیزا میخوانند در مصاحبهشون ساخته شد و یه هم اموچیتش هست که با یک زرافت و سلیقه خیلی خاص آینکاری و ساخته شده و متاسفانه نمی به دلیل سردی هوا هست یا کدام دلیل دیگه که کم کم مناسب دیدن دوباره هم کسی نیست که ترمیم و ترمیم بکنه یا بسازه و ایرم که شما میبینین خودی قبر جناب حکیم صناعی هست بوده او سر اونجا یک تابلوی سنگی هست که شاید اونجا بریم یک بار یک شعر بسیار جالبی هست که که میگه بس که شنیدی صفت روم چین خیز و بیا ملکی صناعی ببین یک شعر تکمیلش هست اونجا دوستان میتونه از او استفاده بکنه دوستان یه اما مو شعر معروفی هست که در روی سنگ حکا شده و داخل شیشه گذاشته شده اینجا و این بود گزارش ما از آرامگاه جناب حکیم سنایی خدمت شما تقدیم نمودیم و نگفتن هم آنمی قبر شهزاده روم هست که در زیر پای جناب حکیم سنایی سب دفن است و با دو فرزندش و این بود گزارش ما تا گزارش بعدی شما را با خداوند کریم و رحیم می دیگر